من امروز خدا سلام و شبتان بخیر. امروز چهارشنبه هفتم سنبله 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 29 آگوست 2018 میلادی. با مجموع خبری ساعت 8 شب و یونان میپورینا خوش آمدید. در نخست خط مهمترین خبر. رد طرح خصوصی سازی جنگ افغانستان از سوی پنتاگون. تا هنگامی که ایالات متحده پشتیبانی متحدانش را دارد، شاید خصوصی سازی جنگ یک ایده جامعی نباشد. تصمیم کمیسیون انتخابات بر تغییر رئیسان ولایتی این کمیسیون. همین هفته همه رئیسای 33 34 ولایت از جای خود تغییر خود خورد و به ولایت‌های دیگر استخدام خواهد شد. و پرتاب موشک از سوی حوثی های یمن بر عربستان. مشروع خبر هم. وزیر دفاع آمریکا طرح خصوصی‌سازی جنگ افغانستان از سوی بلک واتر را رد کرد. این مقام نظامی ارشد آمریکایی میگوید خصوصی‌سازی جنگ افغانستان در شرایط کنونی فکر نادرست و دور از نیاز است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا تاکید کرد که راهبرد جدید آمریکا در قبال افغانستان و آسیای جنوبی تغییر نخواهد کرد و حضور نظامی آمریکا تا پایان تحرکات حراس افغانان ادامه خواهد یافت. در همین حال مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا از ایران خواست که دست از رفتار تهدیدآمیز در قبال همسایه‌هایش بردارد. طرح خصوصی سازی یا واگذاری جنگ افغانستان به کمپانی‌های امنیتی خصوصی ابتدا از سوی اریک پرنس رئیس شرکت بلک واتر مطرح شد و اخیراً گزارش‌های نشر شد که کاخ سفید نیز این طرح را بررسی خواهد کرد. جیمز ماتیز وزیر دفاع آمریکا این طرح را عملی نمی‌داند. تا هنگامی که ایالات متحده پشتیبانی متحدانش را دارد، شاید خصوصی سازی جنگ یک ایده جامعی نباشد. اما در مورد حضور طولانی ما در افغانستان، 39 کشور از سازمان ملل از ما حمایت می کنند. ایالات متحده تنها نیست. حضور ما در آنجا تا زمانی است که مطمئن شویم که امنیت آمریکا تهدید نمی شود. وزیر دفاع آمریکا همچنان می گوید تلاش ها برای کاهش نفوذ ایران، شکست داعش و تقویت نیروهای افغان ادامه خواهد یافت. در همین حال رئیس ستاد ارتش آمریکا میگوید نباید دشمنان افغانستان در انتظار خروج نیروهای ناتو باشند. ما می خواهیم با حضور ما منافع مشترک دیپلماتیک و امنیتی خود را حفظ کنیم. شاید شکل حضور ما تغییر کند. به طور مثال چند سال گذشته ما بیشتر از 100,000 نیرو در افغانستان داشتیم، اما حالا نزدیک به 14,000 عسکر داریم. بنابراین روابط همیشگی دیپلماتیک ما با افغانستان و همچنان جنوب آسیا دوامدار خواهد. در سوی دیگر مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا مداخله ایران در امور افغانستان و منطقه را قابل پذیرش ندانسته، میگوید ایران باید بداند که آمریکا در کنار متحدین خود از منافع آنها دفاع میکند. ایران همچنان باید از حمایت طالبان و دیگر گروه‌های حراس افغان در افغانستان و منطقه دست بردارد و رهبران القاعده را حمایت نکند و ایران باید رفتار تهدیدآمیزش را در برابر همسایه‌هایش که بیشتر آنها شرکای ایالات متحده هستند متوقف بسازد. این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در آخرین اظهاراتش در مورد آب‌های افغانستان گفته است که کشورش از اهرم‌های مختلف برای حل اختلافات با افغانستان استفاده خواهد کرد. این هزارات واکنش‌های تند را در کشور و دنبال گرفت. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تا یک هفته آینده تمامی رئیسان ولایتی این کمیسیون از سمت‌هایشان تغییر خواهند کرد. کمیسیون انتخابات این تصمیم را برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از تقلب‌های انتخاباتی می‌داند. در همین حال شماری از احزاب سیاسی در اعتراض به عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که کارشیوه‌های این کمیسیون نمی‌تواند شفافیت را در روند انتخابات به میان آورد. رفیع صدیقی با جزئیات بیشتر. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که کارشیوه های تازه برای ایجاد شفافیت در روند انتخابات در حال عملی شدن است و نیز تا یک هفته دیگر رئیسان تمامی ولایت ها تغییر خواهند کرد. این کمیسیون میگوید که این کار از بهر ایجاد شفافیت بهتر برای ولایت ها در نظر گرفته شده است. تا ختم همی هفته همه رئیس های 33 34 ولایت
از جای خود تغییر خود خورد و به ولایت‌های دیگر استخدام خواهد شد، به خاطر اینکه شفافیت، تامین شفافیت شود، تامین شفافیت بهتر، همه رئیسا تغییر می‌خوره به شمول مامورین پایان رتبه شان. با این حال شماری از احزاب سیاسی در اعتراض عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات را برای برگزاری انتخابات شفاف و باد انتقاد می‌گیرند. با باور آنان کارهای کمیسیون مستقل انتخابات نمادین و تبلیغاتی است. برنامه هایی که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات در پیش گرفته است، انتخابات شفاف و عادلانه ای که در قانون اساسی تسجیل شده است، برگزار نخواهد شد و پر از تقلب خواهد بود. دیس این تی وی سیستم سپتیر وختونو که په افغانستان کې کارول شوی ده، دا یو ناکام سیستم ده. دا هغه سیستم دی چې د درغلیو د پاره لار هواره کړي. موږ غواړو چې په دې سیستم کې تغییرات راسي. پیش از این نیز احزاب و جریان های سیاسی کارکردهای کمیسیون مستقل انتخابات را برای برگزاری این روند ناکام دانسته و گفته بودند که کارشیوه هایی که برای برگزاری انتخابات در حال عملی شدن است، زامن برگزاری انتخابات شفاف و فراگیر در کشور نیست. در پی یک عملیات نیروهای امنیتی بر دفتر روند حفاظت از ارزش جهاد و مقاومت در ولایت ننگرهار، 8 فرد مشکوک با سلاح و ماین بازداشت شدند. مسئولیت روند حفاظت از ارزش جهاد و مقاومت را جنرال دین محمد جرأت، مشاور شورای امنیت، به عهده دارد و دفتر مذکور در ننگرهار به نام ادریس غلجی، یک نامزد مجلس، به کرایه گرفته شده است. نیروهای مشترک امنیتی در شهر جلال آباد در جریان افتیروان عملیاتی را بر دفتر روند حفاظت از ارزش‌های جهاد و مقاومت انجام دادند که در نتیجه 8 فرد مشکوک با اسلحه و ماین بازداشت شدند. خپل جنرال جرأت البته حضور ندرلود. هغه کسان چې په دې دفتر کې فعالیت کاوه هغه نیول شوي دي، په دې کې یو تعداد مشکوک کسان سلا او ماینونه جای په جای شوي وو، لاسته راغلل او په دې هکله څېړنې او ګړویجن رواني دي چې جزئیات به پاسته تاسو سره شریک شي. رهبر روند حفاظت از ارزش‌های جهاد مقاومت جنرال دین محمد جرأت، مشاور شورای امنیت ملی است. این روند در سال گذشته دفترش را در ننگرهار گشود. این دفتر به نام ادریس غلجی، یک نامزد مجلس نمایندگان، به کرایه گرفته شده است و ماهانه $1,200 به مالک تعمیر پرداخته می شود. به اساس گزارش‌ها امنیت ملی ننگرهار ادریس غلجی را نیز برای پاسخگویی فرا خوانده بود و بعد از بررسی دوباره رها کرده است. دغه دفتر د افغانستان د جهاد او مقاومت د میراثونو ارزښتونو د ساتنې دفتر وو، مشکوک وو. موږ اطلاعات دې په اړه ونلرل، هماغه و چې ملي امنیت او ملي پولیس په دې باندې ګډ عملیات وکړل او په پایله کې 8 کسه شکمن د دې ځای نه ونیول شو، د یو څه سلا او ماینونو سره. د پلاتونو په نتیجه کې 15 کسان بې ګناه وو. په هغه ابتدایي تحقیقاتو کې هغه خوش شو او درې کسان مشکوکونه اوس هم تحقیقات روان دي او پایله به تاسو ټول سره شریک تلاش کردیم تا دیدگاه جنرال دین محمد جرأت را نیز در این مورد داشته باشیم، اما موفق نشدیم. با این حال رئیس دفتر روند حفاظت از ارزش‌های جهاد و مقاومت و رئیس این روند در زون شرق میگوید که این دفتر از آنان نیست، بلکه از سوی ادریس غلجی به نام آنان کرایه گرفته شده است. ما شما را اطمینان میدهیم دفتر ما نیست و یک جال و تزویر است. اینا بانی یک کسی بوده به نام حاجی ادریس که او را ما به کلی گفتیم که شما نیم مسئولیت ما دارین و چند دفعه مراجعه هم کردن که برای ما مکتوب بیتین، ما نداریم. گفتیم که شما مسئولیت داریم و جمع شورا داریم. آقای مومن این گفتار را در حال ابراز میکند که به اساس ویدیوهای دست داشته هنگام افتتاح این دفتر شخص وی حضور داشت و این دفتر را افتتاح کرده است. با تلاش های مکرر موفق نشدیم تا دیدگاه ادریس غلجی را نیز داشته باشیم. فعالان مدنی میگن که حکومت پس از سر و صدای مردم این مسئله را علنی ساخت. سوش پیولان دی چه ده جنرال جرأت پا دفتر باندې چې دلته داغه د سیاسي ګوند دفتر دی، په هغه باندې چې عملیات تر سره شوي دي، د سی ویل کیږي چې په دې کې 8 کسان نیول شوي وو او 15 خوشی شوي دي او درې اوس هم دي. زمونږ د ننګرهار د ولایت د مقام او د ټولو کشپی او امنیتي ارګانونو څخه هیله او غوښتنه ده چې د خلکو سره دغه معلومات شریکي. اما مسئولان میگن که به منظور بررسی درست قضیه این مسئله مخفی نگه داشته شده بود و پس از تکمیل بررسی قضیه به گونه واضح به مردم گفته خواهد شد.
در انفجار شام امروز در شهر هرات یک تن جان باخته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی پلیس هرات با تایید رویداد میگوید هدف این انفجار رئیس ارکان قول اردوی ظفر بود. با گفته وی جان باخته و زخمی های این رویداد همه غیر نظامیان هستند. یک بانو که در یکی از شفاخانه های دولتی زیر درمان بود از عدم توجه دکتران این شفاخانه سخت انتقاد می کند. بهشته که 4 ماه پیش در زایشگاه ملاله شهر کابل بستری بود می گوید دکتران ضمن اینکه برخورد نادرست با بیماران داشتند یک مقدار گاز را هنگام عمل جراحی نیز در شکمش رها کرده بودند. پدر بهشته می گوید این گاز بهشته را به لبه مرگ کشانیده بود. مسئولان این بیمارستان نیز این موضوع را تایید می کنند. بانو بهشته 4 ماه پیش به شفاخانه ملاله زیجانتون مراجعه کرده بود. بانو بهشته از برخورد نادرست پزشکان شکایت داره و میگه زمانی که اونا به این شفاخانه مراجعه کرده بودن دکترها را عملیات کردن و گفته میشه که امو بنداش را که با اونا را عملیات کرده بوده و در رحم بانو بهشته فرموش دکتر شده بود. البته از ما جالبتری که در مدت 4 ماه بنداش در رحم بانو بهشته بوده و زمانی که اینا شکایت کردن و گفتند که این احساس درد داره در کنار از اینکه دکترها هیچ توجهی برش نکردن و با اینا برخورد نادرست هم داشتن. بانو بهشته میگه در این مدت 4 ماهی که اینا در بستر هستن طفل خود را هیچ ندیدن و از حالت سی و هیچ آگاهی نداره. دل بدی داشتم. خیلی دل بدی دارم. آمده نیک پیشکاری کردم. امو بادم کرم افتاد. گفتن چیست تک. ترکر مزده. دل ما خالی بود. یه دقسیم نشد رفتن دیگه. باز که دلم شلاق شده این پای وزا رفتن سرش رو حال ما حال کردن که مریض که کاش کندم بشه از دست دل بدی. نه نگیش نامده. باز یک پیشگری کردن باز رفتن دیگه نامده. همسر بهشته میگوید خانمش به لبه مرگ رسیده بود. وی از نهادهای مسئول میخواد که این رویداد را بررسی کنند تا دیگر با حیات بیماران بازی نشود. اولا رئیس شفاخانه چنین میگه که اگر نماز آمد پیش آدم اشتباه میشن. دوم دیگه میگه که مثال امی مثل انسان وره ما فقط چی هست مثل امی ایوان وره ایروده داره و ای چیز داره که اگر ما عملیات نکنیم امی چیزای عملیات ایروده قرط نکنه. ما را به این شکل تشریح داد به ما. مسئولان زایشگاه سهل انگوری شفت سرویسشان را رد نمی کنند. تاریخ 29 حمل عملیات شده و امروز است که میگین تاریخ 7 سنبله است بسیار زیاد وقتی شده اما باز هم ما رد نمی کنیم همچون گپای مریضا را به شکایتشان گوش میدیم و مسئله را قضیه را بررسی میکنیم. خدمات بهداشتی در کشور همواره با انتقادها همراه بوده. آگاهان عدم توجه به مدیریت ضعیف را عامل کنکاری در بیمارستانها دانسته میگویند این وضعیت سبب شده تا روزانه صدها بیمار برای درمان به بیرون از کشور مراجعه کنند. دوباره خوش آمدید. توجه کنید به چند خبر کوتاه از خارج کشور. حوثی های یمن چند موشک را بالای منطقه نجران عربستان سعودی در نزدیکی مرز دو کشور پرتاب کردند. ارتش عربستان سعودی نیز این خبر را تایید می کند و می گوید که این حملات تلفات در پی نداشته است. این در حالی است که سازمان ملل حوثی ها و عربستان را مسئول جنایت های جنگی در درگیری های 3 ساله در یمن می داند. در یک حمله انتحاری در غرب عراق دست کم 8 نفر کشته و 12 تن دیگر زخم برداشتند. گفته می شود که حمله کننده موتر پر از مواد انفجاریش را با یک ایست بازرسی در ناحیه قایم غرب عراق برخورد داد که در اثر آن 5 فرد نظامی و 3 فرد ملکی کشته شدند. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است اما جنگجویان داعشی در این منطقه فعالیت دارند. یافته های وزارت امور خارجه ایالات متحده در مورد کشتار مسلمانان میانمار با گزارش سازمان ملل متحد سازگار است که فرمانده کل میانمار و دیگر جنرال های این کشور در قتل عام مسلمانان دست داشته.
ما انسان‌های بیگناه را دیدیم که به هیچ دلیل دیگری جز دلیل مذهبی و دینی مورد تجاوز قرار گرفت، قتل شد و زنده سوختانده شدند. تمام جهان می‌بینند که اقدام بعدی ما چیست. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، بیش از 1000 تن از اقلیت‌های مسلمانان در میانمار به شکل فجیع کشته شدند. با خبرهای اقتصادی هم خوش آمدید. افغانستان 1000 میگاوات برق از ازبکستان وارد خواهد کرد. شرکت برق افغانستان میگوید کار انتقال 1000 میگاوات برق در ازبکستان آغاز شده و تا آخر سال 2019 میلادی تکمیل می شود. وحید الله توحیدی سخنگوی شرکت برق میگوید تمدید لاین برق پس از سروی در ماه اکتبر از راه پل خمری تا کابل آغاز خواهد شد. مسئولان شرکت برق تاکید می کنند که با وصل این لاین برق وارداتی به 2000 میگاوات خواهد رسید که از کابل به شرق، جنوب و جنوب غرب و به ولایات مرکزی خواهد رسید. و افزود در حال حاضر 300 میگاوات برق از ازبکستان وارد کشور می شود که قرارداد آن دائمی نبوده، اما قرارداد انتقال 1000 میگاوات برق به افغانستان از سوی این کشور دائمی می باشد. به اساس معلومات این شرکت، افغانستان در حال حاضر به 7000 میگاوات برق نیاز دارد. حاصلات میوه در ولایت سمنگان در سال روان افزایش یافته است. سخنگوی وری سمنگان با ابراز این مطلب میگوید که کمبود آب زراعتی و نبود سردخانه معیاری از مشکلات کشاورزان و باغداران در این ولایت است. سمنگان یکی از ولایات زراعتی در شمال است که بیشتر باشندگان آن مشغول کار در بخش‌های زراعتی و مالداری اند. اما کمبود آب زراعتی و سردخانه معیاری برای نگه داشتن میوه‌های تازه از مشکلات جدی باغداران و کشاورزان این ولایت عنوان می‌شود. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان می‌گوید نبود سردخانه‌های بزرگ و معیاری سبب شده که باغداران تولیداتشان را با قیمت اندک به بازار عرضه کنند. بدبختانه که ما در قسمت کمبود آب زراعتی هم در این ولایت مشکل داریم. مثلا در مرکز ولایت و سوله از دستستان نسبت نبودی آب زراعتی خصوصا در فصل تابستان جاقصان با مشکل مواجه هستند و در این رابطه بند آب کلی که یک بند بسیار کلان در ختم ولسوالی خورم سارباخ که آغاز ولسوالی رویدواب میشه، شامل پلان است، سروی و گپاس طرف کشور دوست مدستان شده، با ایمار از مشکل آب زراعتی انشاءالله کل میشه. مشکل دومی که جاقصان در ولایت سمنگان دارن، یعنی تولیدات زراعتیشان با قیمت بسیار ناچیز در فصل که میرسه میوه‌جاتشان به فروش میرسه، بسیار با قیمت ناچیز که در اون وقت هم انواع میوه در بازار سمنگان است. مسئولان در سمنگان میگویند با وجود مشکلات حاصلات انگور، خربوزه، تربوز و پیاز در ولسوالی های فیروز نخچیر و حضرت سلطان امسال بیشتر است. و گفته یه سخنگوی والی سمنگان دو سردخانه در این دو ولسوالی وجود دارد، اما برای ذخیره میوه های تولیدی سمنگان کافی نیست. سلطان داقن راضی هستند، باغداران در مجموع راضی هستند، انگورشان هم از آفات و بلان نجات داده شده، زراعت هم داشتن همکاری کرده و همچنان تربوز و خربوزه هم به صورت سالم در بازار عرضه میشه و حاصلات انگور هم خوب است. سخنگوی والی سمنگان از ارائه پیشنهاد ساخت دو سردخانه با گنجایش 500 متریک تن به وزارت زراعت سخن می‌زند و می‌گوید اگر این دو سردخانه معیاری بزرگ در سال 98 ساخته شود، مشکلات باغداران و کشاورزان سمنگان کاهش چشمگیر خواهد یافت. توجه کنید به نرخ شمار از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 73 افغانی 25 پول، یک یورو 85 افغانی، یک درهم امارات 19 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی، 1000 کلدار پاکستانی 590 افغانی و 1000 روپیه هندی 1040 افغانی. وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور.
کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 32 پوینترین 15، هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 31 پوینترین 16، مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 31 پوینترین 17، جلال آباد آفتابی بلندترین درجه حرارت 41 پوینترین 28، قندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 37 پوینترین 21 و غزنی آفتابی بلندترین درجه حرارت 32 پوینترین 12. از همراهیتون به خبرهای آریانا تشکر.